خدمت شما خانم فلور، بفرمایید. آیا صدای ما رو دریافت میکنید؟ خانم صدودی؟ سلام بر شما، بفرمایید. خدمت میکنم خدمت شما و آقای رضایی و خسته نباشید دیروز و امروز و عرض تسلیتی دارم خدمت شما برای درگذشت آقای ساجدیان و تبریکی برای قیام جوانان ایرانمون همراه با کانونهای شورشی که رستاخیزی رو علیه حکومت آخوندی رقم زدن. از اونجایی که شما فرمودین کوتاه صحبت کنم من هم میخوام گوش بدم به این صحبت شما. میدونم که عده زیادی از دوستان از هموطنانمون پایت هستند. فقط اینو خدمتتون بگم که واژه هایی رو که یارانمون هواداران این مقاومت دیروز و امروز برای تقدیر، تحسین، برای سیمای آزادی، برای قیام آفرینان، برای اشرفیانمون در اشرف سه و برای بزرگ داشت آقای مسعود رجبی و خانم رجبی گفتن، من رو برون داشت که درودی رو که امروز هنرمندان عزیز مقاومت ایران اسم شهیدان شهر خوندن یادی هم داشته باشم از هنرمندانی که دیگر در بین ما نیستن. خانم مرضیه، آقای آلیوندی، آقای سیدی، آقای آندرانیک، آقای قدرخواه و اماجان. و اینو خدمتون بگم که با خط و مشی که برادرمون آقای مسعود رجبی از 40 سال پیش تا به امروز داشتن، امروز همه جهانیان بران شدن که این خط و این مشی و این سیاست چقدر درست بوده و اینه که امروز گره خورده مبارزات مردم ایران با مقاومت ما چنین قیامی رو شکوه من به ثمر رسونده. من امیدوارم که به هر حال سالم باشن هر جا که هستن. صدای همه هواداران رو، همه میدونن که در این مقاومت چه میگذره و چه گذشته. به هر حال من خودم به عنوان یک عضو کوچک این مقاومت مفتخر هستم، در کنار این مقاومت هستم و همونطور که گفتم مطمئن هستم که همه هواداران که با واژه های بسیار زیبا از خاطراتشون از به هر حال کارهایی که در این مقاومت شد به صحبت میکنن دقیقاً واقف هستند این مسئله. به هر حال دست سیمای آزادی درد نکنه، تمام دستاندرکاران سیمای آزادی که واقعیت‌های مملکت ما را بدون تحریف در اختیار تمام جهانیان می‌گذارند و من هم خواستم هدیه ناقابلی رو 1500 یورو از طرف خودم و آهنگ هم مثل اینکه صبح زنگ زده بود و 1500 یورو خودش تقدیم کرده بود برای سیمای آزادی خدمتتون تقدیم بکنم. با تشکر. اگر عواملی ندارین من خداحافظی بکنم و زیاد وقتتون رو نگیرم. فلور خانم سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم از تماس شما، خیلی مفتخرم که زمان اینجا بودم که شما تماس گرفتین. من همیشه صفا و صمیمیت عماد جان رو در صحبت‌های شما احساس میکنم و همیشه نکاتتون برای ما مغتنمه. یاد هنرمندان فقید رو کردین که واقعا جاشون در همین اثری که پخش شد بسیار خالی بود، خانم مرضیه و عماد جان و آقای آندرانیک، آقای سخایی و انشاءالله که در روز آزادی در میدان آزادی اینا همه حاضر و ناظر خواهند بود.
درود بر شما و با تشکر بسیار از کمک ارزندتون به سیمای آزادی. با تشکر از فلور عزیز، از آهنگ عزیزمون هم بسیار تشکر کنین در این همیاری که با سیمای آزادی داشتن، و با تشکر از شما که از هنرمندان متحد و بزرگ مقاومت این گونه یاد کردید و خاطره اونها رو در ترانه‌ای که به مناسبت در واقع شهدای قیام سال 98 هدیه شده بود از طرف سیمای آزادی زنده کردید. خیلی ممنونم از شما. تماس بعدی ما سیامک از هلند هست. سلام میکنیم به سیامک از هلند، بفرمایید. سیامک از هلند، آیا شما روی خط هستین؟ فکر میکنم وصل نیستن. بعد خب. صدا نمیشنوم. آیا صدا رو ما دریافت میکنید؟ متاسفانه. بله. سیامک از هلند، آیا صدای ما رو دریافت میکنید؟ نه. بله. خب پیامت، بله پیام تصویری رو از کرج دریافت کردیم که این رو ببینیم، برنامه رو ادامه میدیم. درود میفرستم به همه دستندرکاران سیمای آزادی و گلریزان همیاری. من از 24مین برنامه همیاری حمایت میکنم. سیمای آزادی صدای آزادی مردم ایرانه. درود بر رجوی. اینجا شهر کرجه، شهر دلیران، شهر خون و قیام. اینم نمونه ای از خشم مردم نسبت به 40 سال جنایت. مردم و کانون‌های شورشی درس خوبی به نیروهای سرکوبگر دادن. این رژیم فکر کرد با سرکوب میتونه مردم رو خاموش کنه، ولی جامعه ما آتیش زیر خاکستره. آتیش کینه مردم به این رژیم خاموش نمیشه مگر تا روز پیروزی، و اون روز خیلی خیلی نزدیکه. روز سرنگونی و نابودی رژیم علی آخوندی به دست همین مردم خشمگین. به زودی روی همین خرابه ها زیباترین وطن رو خواهیم ساخت. اسم مردم معترض رو اختشاشگر گذاشتن، ولی باید بگم اگه شما جنایتکاران حاکم در این جامعه هستید، ما افتخار میکنیم که اسممون شورشگر و اختشاشگر باشه. پیام شماره 17 برادر مسعود رو شنیدم. شورش ادامه دارد. تنها جواب شیخ آتش، آتش، شعله برکش. خب شما نکته ای دارین در رابطه با این؟ میگن که موقعی که این دیکتاتورها میان به مبارزین کلماتی مثل یاغی، شورشگر اینا میزنن، اینا بعد مدتی خودش تبدیل به ارزش میشه تو جامعه. بله. و همه میگن که بله افتخار میکنیم که شورشگریم، افتخار میکنیم که یاغی هستیم. بله. علیه این رژیم. بله. خب الان بعد حبیب فریبا دشتی از سوئد. بله. اشاره‌ای داشتن از به جنایات رژیم در ماهشهر. بله، گفتن که حداقل 300 تا. بله. تو این قتل‌عام کشته شدن. بله. واقعا هنوز ابعاد این کشتار مشخص نیست. منم که اخبار رو دنبال می‌کردم، واقعا این 1000 نفری که ما اعلام کردیم فکر می‌کنم حداقل شهدای این قیام باشه، و با کشتار وسیعی که رژیم کرده باید اخبارش رو از این ور اون ور به دست بیاریم. و بله. حالا یه نمونهشو خواهر فریبا در مورد ماهشهر گفتن. بله. در این زمینه گفتن خانومی که باردار بوده و با بچه به دنیا آمدش، در واقع اتازه واقعا کدوم رژیمو در به شهادت رسیده و بسیار تکون دهنده است و باور نکردنی که خب. بعد پول تیرم بگیرن. بله. انقدر پول، یعنی واقعا تو این زمینه واقعا رژیم آخوندی گوی سبقت رو از همه، حتی از هیتلر هم رو بوده. فکر نمی‌کنم اونم میرفت بابت
کشتار پول از خانواده ها میگیره مطلق و رژیم این کار است به طور واقعی اون کاری که در قتل عام ها و الان این کاری که داره میکنه بسیار همین شمخانی رو فرستاده بله. یعنی معلومه ابعاد کشته اونقدر زیاده که میخواد بیاد بخشیشو بندازه به گردن خود مردم این صحنه‌ای بله. که میسازه و دجالگریایی که میکنه که اینا خاص این آخوندهای کثافت و دجال به خصوص سیاست‌های کثیف خود این شخص خامنه‌ایه بله. چون این رذل پست و من نزدیک میشناسمش خب این درجه از سبوعیت و جنایتکاری واقعا فقط از شخص خود این برمیاد که سلف خود خمینیه بله دقیقا این نکته که شما گفتین این جنایات رژیم واقعا بی سابقه و باور نکردنیه همونطور که هموطنانمون در تماس هایی که داشتن اشاره میکردن به این نکته که این قتل عام ها در قیام سال 98 در واقع دقیقا مثل قتل عامی که در سال 60 انجام شده در ایران. خب در همین رابطه در رابطه با جنایت رژیم در ماهشهر کلیپی رو در واقع گزارشی رو از ماهشهر داریم که صالح ارائه میکنه اگه اجازه بدیم این رو ببینیم بعد برنامه رو ادامه بدیم با سلام گزارشی داریم از شهر ماهشهر که در غیاب آبان ماه خروشید و درسی فراموش ناشدنی به دیکتاتوری ولایت فقیه داد شهر ماهشهر در استان خوزستان در جنوب غربی ایران واقع شده. این استان دارای منابع سرشار نفت و گاز هست و ماهشهر قطب پتروشیمی ایران و حتی خاورمیانه است. البته با مردمی که سهمی از سرمایه این استان ندارند. قیام در ماهشهر از ظهر 24 آبان شروع شد و درگیری‌های مردم با نیروهای سرکوبگر در نقاط مختلف شهر آغاز شد. این قیام به طور کلی در 5 نقطه کانونی شعله‌ور بود. ناحیه صنعتی، شهرک طالقانی یا همون کوره ها، زنجیر یا شهرک رجایی، شهرک جراحی و سربندر. در روز 26 آبان قیام اوج دیگه گرفت و در سه‌راهی جاده اصلی و شهرک ها درگیری شدیدتری رخ داد که یکی از تظاهر کنندگان در همین نقطه از پشت پمپ بنزین مورد هدف قرار گرفت. متعاقباً مردم از همون روز 26 آبان تمامی خروجی های شهر رو به کنترل خودشون درآوردند، از جمله راه‌هایی که به دست مردم بسته شده بود، شاهراه منطقه ویژه اقتصادی و جاده ماهشهر خرموسا بود. در شهرک طالقانی یا همون کوره ها بیش از 200 تظاهر کننده به حوزه بسیج این شهرک حمله کردند و یکی از سرکردگان سپاه رو در این شهر به هلاکت رسوندند. رژیم در ماهشهر دست به کشتار وسیعی زد. سپاه خوزستان یک تیپ تکاور با تانک، نفربر و سلاح‌های سنگین و حتی هلیکوپتر نظامی به ماهشهر فرستاد. کشتار مردم از شهرک جراحی شروع شد. به گفته شاهدان عینی از همون روز اول 17 نفر از جمله دو کودک و یک زن سال خورده به دست پاسداران شهید شدند. بر اساس اطلاعات شاهدان در صحنه در داخل ماهشهر حداقل 23 نفر شهید شدند، در شهرک جراحی 13 نفر و در شهرک طالقانی هم 4 نفر. اما کشتار اصلی در نیزار ماهشهر رخ داد. نیزار 1 متر آب داره. در ورودی شهرک جراحی در سمت راست و چپ نیزارها قابل مشاهده هستند. سطح نیزارها از خیابون اصلی حدود 1 تا 2 متر پایین تره. مردم به دلیل کشتار وحشیانه رژیم به این نیزار پناه بردند. اما نیروهای وحشی سپاه پاسداران با سلاح‌های سبک و سنگین این نیزار رو به گلوله بستند. از تعداد شهدای نیزار آماری در دست نیست، چون بنا به گفته شاهدان از بین کسانی که به نیزار ماهشهر پناه برده بودند کسی برنگشت که از اونجا اطلاعاتی بده. بر اساس تخمین شاهدان در ماهشهر به طور کلی حداقل 100 نفر به شهادت رسیدند. متقابلا دست کم 6 بسیجی و 2 افسر نیروی انتظامی طی درگیری با مردم کشته شدند. جنایت رژیم در قیام آبان 98 در ماهشهر به عنوان یک جنایت علیه بشریت به شدت محکوم شد و حتی کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد هم در موضع‌گیری شدید اللحنی این جنایت رو محکوم کرد. بدون شک خون شهدای مردم ماهشهر که در این قیام فدیه راه آزادی ایران شد بی پاسخ نخواهد موند و سران حکومت آخوندی دیر یا زود در برابر این جنایات باید پاسخگو باشند. بله درود بر شهدای قهرمان ماهشهر.
واقعا ابعاد جنایاتش میخوره به نکاتی که خواهرمون فریبا گفتن و از همینجا باید به همه قهرمانان شهر ماهشهر درود بفرستیم و همونطور که سال هم گفت خون اینا بدون انتقام نخواهد بود.